خدمت شما آقای علیرضا عجمی، فعال سیاسی، فعال و کنشگر سیاسی از سوئد. خیلی به برنامه ما در رادیو جوانان امروز خوش آمدید. امروز ما ظاهرا میخوایم راجع به تحولات اخیر صحبت کنیم، خصوصا حمله نظامی اسرائیل به سفارت ایران در سوریه و اینکه ایران چه عکس العملی میتونه نشون بده، چون تا اینجا که ما شاهد این نبودیم که هیچ رفلکسی نشون داده باشن به غیر از تهدیدات لفظی. و اگر این مسئله جدی بشه، شما فکر میکنید که دامنه این تنش ها چقدر میتونه گسترده بشه و به کجا میانجامه؟ بفرمایید. بله، من هم با سلام به شما و همچنین تمام مخاطبین برنامه شما و عرض ادب و احترام، امیدواریم که بتونیم توضیحی که در رابطه با مسئله خیلی مهمی که الان اشاره کردید، به خصوص در این هفته که ادامه کار اون تجاوزات و کشتار و جنایات اسرائیل هست، به این شکل اتفاق افتاده که آشو فراتر گذاشته یه مقدار زیادتری از حدی که قرار بوده است در برنامه های استراتژیشون داشته باشه. عرض کنم خدمت شما، بله، این مسئله‌ای که اخیراً در هفته پیش بود که اتفاق افتاد و ایشون آقای، حالا اگرچه حسب اون سیستم خبرگزاری ها بیشتر تکیه میکنن روی نام شخص مثل نتانیاهو و یا بعضی از سیاستمداران، ولی سیاست کلی اسرائیل اصولاً این بوده است که بتونه این درگیری یا این جنگ، با قول خودشون که جنگ نمیشه اسمشو گذاشت، باز چون یک کشور به یک گروه داره درگیر شده مثل حماس، نه یک کشور، و اینی که به خودش اجازه داده تا این حد گستاخی بکنه و همه مسائل قراردادهای بین المللی و یا تمام روابط بین المللی بین کشورها و سازمان ملل و قطنامه ها رو زیر پا بذاره و دست به یک سین حرکتی بزنه، اون هم ناشایست که حتی خودشان هم میدونن که یک کار از نظر قوانین بین الملل غلط هست و مجازات داره. یعنی این که یک کشوری به خودش اجازه میده که حمله نظامی بکنه به یک سفارتخونه، و همه هم اینو دیگه میدونن، یک بچه کلاس ششم میدونه که هر سفارتخونه خاک اون کشور محسوب میشه و به عنوان این که تو علیه اون کشور حرکت نظامی کرده این تلقی میشه طبق تمام قوانین بین المللی. اینو دیگه کسی نیست که منکر بشه یا نباشه. خود منتها اسرائیل و اون سیستمی که داره حزب لیکود ارائه میده به عنوان یک حزب راست فندامنتالیست، چه به خودشون میگن رادیکال یا هرچی، راست افراطی به قول خودشون، اینها اون حرکتی است که در نهایت تقریبا نزدیک به 20 سال است که یک استراتژی دارن که باید کل خاورمیانه زیر سلطه اون نظام سلطه آمریکایی باشه و اسرائیل هم خب یکی از اون پایگاه‌های نظامی هست که باید به عنوان یک پاسدار منافع آمریکا به قول خودشون در این منطقه حاکم باشه، حاک فرما باشه. اینه که وقتی که با یک مسائل اینچنینی در طی این مدت روبرو شد، از همون روز اول 75 سال پیش که دست به اشغال کشور اسرائیل زدن یا بخشی از بدن که از وزنخان فلسطین زدن، این مسئله هنوز ادامه داره به شکل‌های مختلف. حالا اگرچه در این مدت ها و یا به شکل‌های مختلف دست به حرکت‌های می‌دادن که بتونن با سیستم‌های مثلا سیاسی یا ایجاد تشنج در کشورها و یا در مواردی که مطلع هستی، جنگ‌های خیلی خیلی کوتاه مدت مثل 6 روزه یا جنگ‌های یک ماهه بتونن یک کشوری را تسلیم خودشون بکنن. اما این مثل گویا به نتیجه نرسید و همچنان این جوانان و یا مردم غیور فلسطین یا غزه، هر نامی که بذاریم،
اینا از کشورشون دفاع میکنن و این مسئله حفظ ماهیت یک تاریخی یک کشور یه چیزی نیست که بشه با نظامیگری حلش کرد. حتی همین ارباب اسرائیل حکمفرماییش آمریکا اینو متوجه شده که دیگه قرار نیست بشه با این حرکت ها چیم این کاری رو کرد و اون هم به خاطر اینکه شرایط جهانی طوری داره حرکت میکنه، اون گزاره حرکت های سیاسی نظامی اقتصادی دنیا به شکلی حرکت میکنه که آمریکا این هم متوجه شده که دیگه حرکت های نظامی جوابگو نیست که این حداقل این دو سه دهه اخیر اجرا میکردن که بشه بعد از فروپاشی شوروی بتونن اقمار رو پایگاهاشون رو در اقمار تابع خودشون گسترش بدن و یا مرتب اون نظام سلطه اقتصادی نظامی رو حفظ بکنن. بنابراین الان که اسرائیل اون سیاست شکست خورده های قبلی رو و یا آمریکا ببینه پیش نرفته و دنیا دیگه متوجه این نظام سلطه شده و جنایات بشری شده و مقاومتشون و این مقاومت از فلسطین و غزه فقط نبوده، در کشورهای دیگه هم بوده که به روز سیاه نشستن از جمله افغانستان، عراق، بغلما، لیبی، یمن و بقیه جاها مرتب زیر عملات نظامی تجاوزها و بعضی کشورها مثل ما و یا نزدیک به 60 کشور که بعضی ها ارقام بیشتری رو میدن که با کودتاها و یا ایجاد شورش در کشورها تونستن سلطه رو حفظ بکنن، ولی الان دیگه جوابگو نیست و تنها راهی که الان این حزب لیکود یا این جریان با خودشون رادیکال راست در اسرائیل به نمایندگی آمریکا میدونه ادامه جنگ هست، در غیر این صورت ادامه تجاوز هست، در غیر این صورت میدونن سقوطشون حتمی است به همون شکلی که خود افول سیستم سیاسی اقتصادی و نظامی آمریکا داره پیش میره. خب اینا هم دیگه باید آرام آرام این سیستم رو ترک بکنن و حتی حاضر نشدن در رابطه با اون چند سال دهه اخیر در 20 سال اخیر اون مسئله دو کشوری را بین فلسطین و اسرائیل رعایت بکنن و به تجاوزات خودشون ادامه دارن. اون طرحی هم که از قبل داشتن برای تسلط به خاورمیانه از جمله چند کشوری که عرض کردم فروپاشیدن و الان هیچ توان اونچنانی ندارن به جز ایران که کشور هفتمی بود و اعلان کرده بودن که باید تجزیه بشه، از جمله ایران باید به 6 کشور تجزیه میشد. دقیقا همون محاسبه و همون استراتژی که در رابطه با روسیه به کار میبرن که بتونن تجزیهش بکنن و با این البته با کمک ناتو که اون استراتژی ناتو رو دارن پیش میبرن، ولی اونجا هم تقریبا با یک شکست های روبرو شدنه. و الان که اسرائیل دیگه چاره ای در این نمیبینه، تنها راه رو در این دیدن که تمام اون رسانه ها و تبلیغات مدیایی که توسط هم اون مزدوران داخلیشون تو ایران و یا هم رسانه های فارسی زبان و یا سایر اون اقلام اون جریان های سیاسی نظامی که دنبال میکنن که ثابت بکنن ایران جنگ طلب است، ایران فلان است و همیشه هم از به جای ایران از جمهوری بیشتر از واژه جمهوری اسلامی استفاده میکنن که علت تمام این مسائل حضور جمهوری اسلامی است. یعنی قبل از این 45 سال گویا هیچ اتفاقی تو این مملکت ها نیفتاد بوده هیچی. آقای عجمی، آقای عجمی میبخشید، من خواستم از شما سوال اینجا بپرسم. آقای رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران در مراسم یادبود این کشته شده‌هایی که توی دمشق دو سفارت ایران بودن کشته شدن گفته که هیچ کدوم از سفارتخانه‌های اسرائیل در گوشه کنار دنیا در امنیت نیستن و به همین دلیلم یواف گالانت گفت وزیر دفاع اسرائیل گفته که آماده هر گونه پاسخگویی احتمالی به سناریوی حمله جمهوری اسلامی به سفارت ها و یا حتی خود اسرائیل هستیم. شما فکر میکنید واقعا جمهوری اسلامی آیا واقعا واکنشی نشون میده؟ ما در حمله آمریکا و کشتن آقای قاسم سلیمانی شاهد این بودیم که به هر حال جمهوری اسلامی یک خبری به پایگاه آمریکایی در عراق
ارسال کرده بود که ما میخوایم راکت بزنیم و اونجا خالی بود، راکت زدن و خب هیچ تلفاتی داده نشد. آیا یه همچین سناریوی مشابهی رو اجرا خواهد کرد جمهوری اسلامی، یا واقعا با اسرائیل وارد به اصطلاح نبرد رو در رو میشه؟ چون ما میدونیم تا اینجا در طول این همه سالهای اخیر اسرائیل پاتکاشو زده، ولی جمهوری اسلامی فقط لفظی تهدید کرده و خب و یا حزب الله لبنان رو یا فلسطینیا رو کمک کرده. از یه طرف دیگه ما شاهد این هستیم که آمریکام اعلام کرده که هر گونه عملی که ایران انجام بده برای آسیب رسوندن به اسرائیل، از اسرائیل حمایت خواهد کرد. و جو بایدن با اینکه از یه طرف داره به آقای نتانیاهو و دولتش فشار میاره که کشتار رو در غزه متوقف کنن که واقعا نمیتونن این نتانیاهو رو به سر افسار بزنن، ولی در مورد اینکه اگر ایران قاطی بشه و واقعا حمله ای بخواد انجام بده، طرف اسرائیل رو میگیرن. و اگه اینطوری بشه، شما سناریو رو چطوری پیش بینی میکنید؟ بفرمایید. بله، دقیقا در رابطه با همون استراتژی که از طریق مدیا و فریب افکار جهانی که ایران است که عامل جنگ است موفق نشدن، این دنباله اون قضیه است که به هر حال اینو اثبات بکنن که این ایران است که به جنگ ادامه میدهد و آمریکا ستیز است، اسرائیل ستیز است، یهود ستیز است. حتی اون تظاهرات جهانی که الان در خیلی از کشورها هم به خصوص در خود آمریکا و کشورهای اروپایی و یهودیان در خود اسرائیل اتفاق افتاده، اینا هم سرپوش بذارن و همه چیزو تغییر بدن که اصلا مسئله غزه نیست، مثلا مسئله ایران است. به همین دلیل این حرکت نظامی اتفاق افتاده است که بتونن ایرانو وادار بکنن که همون شعارهای قبلی یا همون تبلیغات سویی که میکردن که چه کسی جنگ طلب است، کسی فلان است، مهمان است، اینو اثبات بکنن، یعنی ایرانو تحریک بکنن که دست به یک حرکت نظامی تلافی جویانه، نه حمله، بزنه که باز تمام اون تبلیغات با قدرتی که البته دارن از نظر رسانه‌ای و ایران حریف اینا نمیشه، یا جمهوری اسلامی به اصطلاح خودشون حریف نمیشه، که واقعا هم نمیشه، خیلی توان چنین رزمایش مدیایی رو نداره. خب اونا برنده میشن در چیز مدیا. به هر حال تونستن این طرح رو ایجاد بکنن که هم چنین چیزی را اثبات بکنن که تحریک بکنن که هم ایران وارد جنگ بشه، و وقتی اگر قرار است ایران مستقیم وارد جنگ بشه، حتما پای آمریکا به میان خواهد آمد، چون اسرائیل توان مقابله تنهایی رو با چنین چیزی نداره. حتی اگر کشورهای یا بهتر است بگیم نه همه کشورها، شیوخ خیانتکار عرب هم یک سری مقاومتهایی بکنن، ولی به هر حال این همونطور است که وادار بکنن ایرانو به هر شکل دست به یک حرکت ناشیانه بزنه، عجولانه بزنه، غیر عقلایی بزنه، و در همون دامی که در میدیا مطرح کردن افکار عمومی، همه تقصیرها رو گردن ایران بزنن. ولی خوشبختانه ایران الان خیلی با تعمق و اوغلا، بخش های اوغلایی رو تونستن این موضوع را یه مقداری تجزیه تحلیل بکنن، کنترل بکنن و فقط اعلام بکنن که نه، ما فریب یک چنین چیزی را نمیخوریم، هرچند که این حرکت تجاوزکارانه شما به خاک ایران که به عنوان سفارتش هست به قوانین، اونو فعلا از طریق سازمان ملل دارن ادامه میدن، ولی تمام کوشش هایی که شده در این جهت هست که اصلا افکار عمومی جهان که بر علیه اسرائیل در رابطه با جنایات و کشتار بشری و نسل کشی و کودک کشی و زن کشی و تمام اون جنایاتی که انجام داده و اخیرا دنیا حتی این تظاهرات رو داره میبینه و این آشپزخانه بین المللی رو و که الان اخیرا در همون هفته پیش هم بازن اونها رو هم کشته که سر صدای همه کشورهای اروپایی و آمریکایی و مدیا بلند شده، ولی قبل از اون اون 20 نفری که کشته شده در رابطه با همین مسائل جلوگیری از ورود قذاب غزه، و یا اون 120 نفر خبرگزار خبرنگار چی هست در اخبار بودن کشته شدن، افراد سازمان ملل کشته شدن. خب الان این 7 نفرم که مال سازمان چون آشپزخانه جهانی هست برای
تغذیه اونجا بودن، اینا رو هم کشته. بنابراین یک سرپوشی باید برای روی اینا بذاره یا جهت قضیه رو عوض بکنن باز به طرف ایران که تحریک بشه دست به یک حرکت ناشیانه بزنه، که من فکر میکنم الان اون جناحی که معمولا تمام تاثیرها رو گردنش میذارن، جناح اصولگراست و جنگ طلب است و ضد آمریکاست و فلان، ولی اون جناحی که مثلا اصلاح طلب است و همه چیز ایران را در گره و این میداند که مثلا مرجام اجرا بشود، خل سلاح بشود و آمریکا دوست بشود، همه اینا درستن و تقصیر گردن یک جناح زن. نه، الان اوقلای این حتی کشور ایران در حاکمیت اینو متوجه شدن، این نوع سیاست ها رو متوجه شدن که خیلی با سعی سر الان دارن برخورد میکنن، اگرچه نیروهای زیادی الان دارن همون حرکت های میدیایی رو برای جلب افکار عمومی میزنن که رایداد بیداد آقای عجمی، کوشش بکنن بکشن، جنگ اتمی را بندازن، فلان بکنن، ولی میدونن خیلی از افراد عاقل کشور و دنیا و حتی خود آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی و بخشن از خود حکومت اسرائیل اینو میدونن که دنیا را با این شکل اسرائیل داره به طرف یک زمستان هسته‌ای میبره که بتونن جهان رو با یک فاجعه بشری بزرگتر از این جنایاتی که در غزه انجام شده انجام بدن. آقای این عجمی، استراتژی آقای رو دارن عجمی، دنبال میکنن. بله بفرمایید. اگه اجازه داشته باشم اینجا میخوام اینو بگم که این حمله به کنسولگری ایران در دمشق تقریبا در فاصله کوتاهی بعد از اون قطعنامه‌ای بود که در شورای امنیت تصویب شد برای اینکه و امریکا ویتو نکرد و رأی ممتنع داد که این قطعنامه به همون دلیل تصویب شد که ما شاهد این بودیم که آقای نتانیاهو شدیداً رفلکس نشون داد و اینا، و این حمله و حتی کشدار سرعت بخشیدن به عملیات جنگی در غزه هم یکی از رفتارهای بود که بعد از این قطعنامه شدت داد آقای نتانیاهو به این مسئله، برخلاف اینکه طبق قطعنامه باید که آتش بس انجام میدادن و اجازه میدادن کمک‌های بشردوستانه و اینا برسه به مردم غزه و تهدیدات لفظی و کلا مستقیم آقای نتانیاهو حتی مخاطبش حتی آمریکا و دولت آقای بایدن هم بود، اینا تمام میگم توجه من فکر می‌کنم من رو به شخص جلب کرده و الان من فکر می‌کنم که اگه ایران نخواد، شما فرمودید که به هر حال اون کسایی که عاقل هستن در داخل دولت دارن سعی میکنن که از طریق سازمان ملل این مسئله رو حل کنن، ولی اگر پاسخ مناسبی داده نشه به اسرائیل در حقیقت میتونه که اعتبار و موقعیت جمهوری اسلامی رو در سطح بین المللی آسیب بزنه و حتی کسانی که مرید جمهوری اسلامی هستن نه در داخل ایران بلکه در کشورهای اسلامی احساس کنن که جمهوری اسلامی اونقدری هم که سر صدا میکنه قدرت نداره، و اگرم که رفلکس نشون بده باعث این میشه که به هر حال وارد یه جنگ گسترده‌ای بشه. در این مورد نظر شما چیه؟ بله، دقیقا به دو نکته که اشاره فرمودی درست هست. دو تا هدف دنبال میشه که یا باید ایران وارد جنگ بشه و یا اگر نشه به هر شکل دیگه ای بخواد اقدام بکنه همون اعتبار جهانی و یا اعتبار داخلی در اذهان عمومی که خیلی هم فریب مدیا رو میخورن و حداقل از نظر احساسی در رابطه با کشورشون احساس کوچیکی میکنن اگر انتقام گرفته نشه، اگر پاسخگو نباشه حکومت ایران در قبال اون، ولی نمیدونن چه اقدامی، چون اون مسائلی که یک دولت میدونه یک حکومت میدونه که مجاز هم نیست خیلی ها رو مطرح بکنه از نظر امنیتی و نظامی یا اقتصادی یا به هر شکل دیگه ای، ولی به هر حال این صدمه رو میزنه هر چند کم یا زیاد، ولی به کمک میده یکی از اون حرکت هایی که الان شبانه روز روش تکیه میشه همین است که فرمودین که آره اعتبارش به این میشه تحریکاتی هست که انجام میشن، بله تمام این ضرر و زیان ها زده میشه، ولی هیچ کدام از اینهایی که دارن میگن مثلا
این جنگ رو میخوان از حالت اسم غزه در بیارن و به طرف ایران بکشونن، که همین هفته یا همین چند روزی در روزی پیشی که این آشپزخونه بین‌المللی نماینده آمریکا با پاسپورت آمریکایی با نام آمریکایی برای این مسئله تغذیه رسوندن به اونجا به اون آشپزخونه، وقتی که با هدف زن اینو میزنن این چند نفر رو میکشن. حالا اون سفارت ایران هم که خیلی جالبه، باز با همین اسلحه‌ای که آمریکا، درست یک روز بعد آمریکا همزمان یا همون روز سلاح‌های مدرن چندتونی با بمب‌های چندتونی براش میفرسته. یعنی اینا صحبت‌هایی که تو مدیا میکنن فقط این نیست که اعتبار ایران رو در اذهان عمومی یا در سیاست جهانی ضعیف بکنن، اون یه بخشی از این قضیه است که حتما اتفاق میفته، هرچند حالا کم یا زیاد با ابتکارهایی که ممکنه ایران انجام بده و یا در چه زمانی بخواهد و چه به چه شکلی و چه نوع عکس العملی را نشون بده که اون رو جبران میکنه. خب اینا برمیگرده به خیلی از مسائلی که هم پشت پرده هست، اگرچه بعضی هایی که یک اطلاعاتی دارن و اون خود به اصطلاح اون خیانتکارهای قبلی یا دولت هایی که یا نوع آدم های نفوذی که در دولت یا حتی این آخونده و اینا اصلا مطرح میکنن، خب اینا چیز میده، اطلاعات میدن به چیز که این جنایتی که انجام شده اول باید جمهوری اسلامی اینو هم در پیش باید باشه، که اگرچه نمیتونه از نظر امنیتی حریف سیستم های امنیتی جهان که همه متمرکز که هم هستن در سیستم امنیتی اسرائیل، حالا CIA یا اینتلیجنس یا بقیه، همه اینا هستن. خب معلومه ظرف این هم سالی که قرنه ها ایران مستعمره مستقیم آمریکا بوده، خب الان ظرف 45 سال حریف یک چیزای اطلاعاتی نمیشه که یک اطلاعات دقیقی توسط همین مزدوران و خیانتکارای داخلی که اطلاع میدن که الان فلان روز و یک روز قبلش این عده که رفته بودن از سپاه یا بقیه و تبلیغ هم میکنن که نظامی هستن، خب آره نظامی هستن، یک روز بعد اینا رو میزنی با همون نقطه زناتون. خب حالا آیا در هیچ سفارتخونه تو دنیا از این افراد نیست؟ تمام سفارتخونه های دنیا نصفشون نظامی و امنیتی و اینا برای خیلی مسائل جهانی از دنبال میکنن، فقط ایران هست که مثلا چهار تا سپاه رفت اونجا یا از ارتش مثلا چیزای امنیتی میرن. تمام سفارت اونها قانونشون این هست. این یه چیزیه که مسخره شوخی میکنن با افکار عمومی که مثلا ایران سفارتش آدم نظامی فرستاد، اصلا جوک میگن. خودشون هم اطلاع دارن آیا سفارت های اسرائیل سلاح نظامی توش هست، تمام اسلحه ها از طریق سفارت ها به نیروهای دیگه ارسال میشه، یعنی اول میره تو سفارت بعد اونجا پخش میشه. حالا بعد از این اتهام ها میزنن، بله این نوع ضرر زیان ها و یا این در این حرکتی که الان خاورمیانه، حالا اگرچه اون سیستم نظام سلطه آمریکا و یا کشورهای متحد خیانتکار اروپاییشون دارن هی عقب افول میکنن و نمیتونن حریف اوکراین یا جای دیگه بشن، خب تو خاورمیانه هم داره اتفاق میفته. باید جلوی این مسئله که در رابطه با حضور یک چنین نظام سلطه نظامیگری و اقتصادی آمریکا و اروپا در خاورمیانه است و خیلی کشورها اقدام میکنن کردن، منتها حالا یه اون هفتمی که قرار بود تجزیه بشه ایران مقاومت کرده و خودش رو تا الان حس کرده، خب این هم باید به شکلهای مختلفی با ایران برخورد بکنن. حالا اینکه تا چقدر کشور ما بتونه در مقابل چنین توطئه‌ها و چنین تجاوزات استعمارگرانه و جنایات بشری اقامت بکنه و جلوی چنین چیز رو بگیره، برمیگرده به اون حرکتایی که چقدر دولت بتونه اعتماد جامعه رو در مسائل داخلی حفظ بکنه، بخصوص با تقویت سیستم‌های امنیتی که این همه ضربه داره می‌بینه، هم اون افراد رؤسای هر چیز سازمان‌های اتمی و به خصوص چیزهای اتمی در جنگ. فکر کن همین تبلیغاتی که در این رابطه الان دارن میکنن، همین مدیای داخلی حتی چقدر در رابطه با این موضوع صحبت میکردن که حالا
ما اون تظاهرات و اون مسائلی که در رابطه با کشته شدن این 7 نفر در سفارت، اون تعداد تظاهرات میلیونی که داریم میبینیم، آبروی این مدیا رو برده که همین عین همینو در رابطه با این و قرار بوده است، البته که مقدار کنترل کردن که دیگه اون شرایطی که در کرمان برای آقای سلیمانی اتفاق افتاد در تظاهرات میلیونی، اون کشتار اینا پیش نیاد. یک بچه ای که بعد هم تمام اسناد رو شد که بچه ای هم که در یک جریان های خیابانی کشته شده است، نه اصلا خود افراد خودشون زده بودن همین این طرحهایی که قرار است کشور رو به تشنج بکشن، ولی نمیگن حتی تمام این سیاستمدارا و این اجنبی پرستا و خیانتکارای کشور ما، نمیگن 33,000 تا کشته داره از توی غزه، نمیگن 13,000 بچه فقط کشته شده، نمیگن 200,000 نفر فقط مجبور شده بی دست و پا اونجا افتاده، نمیگن وقتی که نیروی نظامی میره بچه رو تو بیمارستان ها که الان 8-7 تا بیمارستان دیگه دارن داغون کردنه، غیر از بمباران هوایی در یک چنین فضای بازی دست و پا قطع کردن، بچه ای که نمیدونست دنیا دست کی میفخر نیروی نظامی ببینه و بقرای قضا کاسب دستش میاد میبندن به گلوله، اینا رو همه رو خفه خون میگیرن بگن این میدیا و این اخ و این حضراتی که هی دارن میگن دموکرات، تنها دموکراسی توی خاورمیانه اسرائیل است، این همه جنایت بشری رو نمیبینن. حالا تاریخ و کورید نمیبینید، سواد ندارید تاریخ رو بخونید که در تمام این جنگ ها و تمام این حداقل همین 20 سال اخیر کشورهای همسایتون حمله نظامی بشده، اینا رو نمیبینی، نمیخواد ببینی، همین غزه رو هم نمیبینی. چرا باید این همه نیروی سازمان ملل، نیروهای سازمان ملل کشته شده توش؟ کی کشته؟ اصلا به هیچ قراردادی، هیچ پیمانی، هیچ عهدنامه، حتی اون قد حکم دادگاه بین المللی لایه که برای حفظ چیز غزه داده بوده به اونم اعتنا نمیذاره، به هیچ چی اعتبار قائل نیست، حمله نظامی میکنه، اینا رو نمیبینی، یک کلام راجع به این مسائل حرف نمیزنن که این جنایات بشری که داره انجام میشه به کجا میخواد منتهی بشه. فقط این هست که متاسفانه این اپوزیسیون نماهای ما، غیر از اون فارسی زبانهاشون که عروسک های خیمه شب بازی آمریکا و اروپا هستن، اون خانم ایکس و ایگرگ آقایون که خیلی مسائل دیگر رو بچگانه مطرح میکنن، خب شمایی که برای یک موی زن، برای کشته شدن یک بچه در خیابان یا فلان شیون میکردید، عزاداری را مینداختید، حالا یک کلام راجع به این کشتار 33,000 نفری یا 34,000 نفری یا اخباری که دارن میگن توی این و اون 200,000 نفری که شده 13,000 بچه کشته شده داره، یک کلام نمیشه راجع بهش صحبت کنین؟ این جنایت بشری نیست، این جنایت خوفناک، این هیولایی که اونجا نشسته دارن این کارا رو میکنن، اینا برای چی هست؟ تمام قضیه رو برگردن برای ایران. اسرائیل داره میگه تا با تمام نیرو به این کشتار ادامه میده که تا آخرین به اصطلاح فردی که عضو حماس هست که در لابلای مردم غزه میگه، یعنی اینا پنهان شدن با اینکه یک دروغ محضه، بکشیم و ریشه حماس رو بکنیم. از یه طرف دیگه ما میدونیم که سران اصلی حماس در قطر، قشنگ در مقرشون در کشور قطر زندگی میکنن و اصلا اونجا نیستن. اونه که این کشتاری که دارن میکنن در حقیقت مردم عادی دارن بیشتر تلف میشن توش، وقت کمی داریم. یکی دیگه هم مسئله که میخوام اگه اشاره کنید اینه که دبیر کل ناتو هم همین دو روز پیش گفته که اتحاد حکومت‌های اقتدارگرا مثل روسیه، ایران، چین و کره شمالی به شدت داره با هم که منسجم میشن و این همکاری‌ها در حالی داره نزدیکتر میشه که تمام این حرکت‌ها و همکاری‌ها علیه دموکراسی‌های غربیه و گفته که این نزدیکی‌ها هر چقدر بیشتر بشه دنیا رو یا جهان رو در شرایط بسیار خطرناک‌تر و پیش بینی ناپذیرتر و بسیار خشنتر قرار میده. آیا واقعا با وجود ناتو همین الانش دنیا در یه همچین شرایطی زندگی نمیکنه که نزدیکی این چند تا کشور بخواد خشونت رو بیشتر بکنه؟ بفرمایید. بله،
اصلا خود این حرف که آدم میشنوه مثل بعضی دفاعهای اپوزیسیون ما متاسفانه برخیش همه تقصیر ها گردن ایرانه، ایران جنگ طلب فلان است فرمان است کشتار میکنه، همین حرکت در سطح جهانی اونا انجام میدن. اصلا حضور ناتو غیر قانونی است، برای چیز، برای فقط حمله و حفظ سلطه نظامی بر جهان است که تو داری ادامه میدی. حالا اگر کشورهایی قرار است که هیچ کدوم از این حرکت هایی که شما میگن اتهام میزنن، اونا ایران، روسیه، چین، کره، ایکس ایگرک دنیا رو به خطر میندازن، خب اینا با کدوم کشور حمله نظامی کردن؟ اینا با کدوم کشور نمیدونم بچه ها رو بستن در آقای عجبی، من اینم تو پرانتز بگم که همین آقای پنس گفته که به اصطلاح این کشورها ما بین خودشون دارن سلاح‌های نظامی جابجا میکنن و تجهیزات نظامی میدن. خب ناتو هم داره به تمام کشورهایی که جنگ ایجاد شده کمک نظامی میکنه، همین الانش نیکاراگوآ آلمان رو داد به دادگاه برده به خاطر سلاح سی که 30% سلاح‌های اسرائیل رو اون تامین کرده و خب اون سلاح‌ها باعث این قتل عام و نسل‌کشی در غزه داره میشه. بفهم بله، سعیشون این هست که عرض کردم، سعیشون این هست که این دوتا قضیه رو مساوی هم قرار میدن و به همین دلیل اگر اصلا خودشون هم من فکر میکنم میدونن که علاوه بر اینکه میدونن دروغ میگن، میدونن که دارن یک حرفای بسیار مسخره خنده آوری میزنن، اصلا آبروریزیه که تو مثلا بگی این کشورها با هم اتحاد نظامی میخوان درست بکنن یا کردن یا میکنن، سلاح میسازن برای اینکه دفاع بکنن در مقابل شمایی که حمله نظامی میکنی، شمایی که کودتا میکنی، شمایی که میخوای سلطه نظامی اقتصادی تو با سلطه نظامی گری حفظ بکنی که الان پایه تمام سیستم اقتصادیتون بر پایه سلاح، ایجاد سلاح و جنگ هاست. اگر این جنگ ها تموم بشه، خودشون شما میدونید که دیگه تمام اون سلطه رو از دست میدین و باید طبق یک مثل همین کشورهایی که خودتون نام میذارین، نمیدونم عقب افتادن، جنگلن، اروپا بهشت است، خودشون از این جمله میگن، خب شما هم باید مثل اونا باشین، رابطه چیز بکنین. تمام سیاست این است که همه تقصیرها گردن ایران است در جنگ‌های خاورمیانه و تمام دنیا هم متجاوزن، حمله نظامی کردن، کودتا کردن. یک نمونه نشون بدید که این کشورهایی که نامیارین حرکت‌های شما را انجام داده باشن و تازه مثل خود اپوزیسیون ما که تبلیغ میکنه که ایران اگر مثلا برجام قبول کنه، ایران اگر ایران آمریکا ستیزی نکنه، اینا تموم میشن. اصلا نمیبینه که آیا این هیولایی که الان همین حالا بقیه رو نمیبینی، بقیه دنیا رو نمیبینی، تو خاورمیانه این هیولایی که اونجا داره بچه کشی میکنه، کشتار جمعی میکنه، جنایت میکنه، این اگر تو تسلیم شدی، باش دوست شدی و قرار شد اون تحکم بکنه، تو میذاره تو به همین راحتی مثلا حتی اینقدر باید یک عده از این اپوزیسیون ما یا هموطنان ما متاسفانه بیم تقاضای بمباران میکنید، راه حل رو در چیز بمباران میبینی و میرین یه فیلمی تو فضای میدیا اون خانمه پخش میکنه، 4 تا دست میذاره، ببین مردم توی چی جشن این فاتحونیه، نمیدونم این 7 نفر که راپی مای میلیونی بوده جشن گرفتن، مشروب خوردن. خب یعنی اون یارو مشروب خورد و از اسرائیل و آمریکا دعوت کرد که بمباران هم بکن، به سلامتی بمباران مشروب میخورد. اینقدر دیگه اینها آبروریزی کردن در پخش مدیا برای تبلیغ یک چنین مسائلی که تقصیر ایران است، همین مسئله رو هم میخوان در سطح جهانی به عهده چین و روسیه و کره و ایران بذارن، در نهایت که همون حرکتایی که قرار بوده از انجام بدن نمیتونن بدن دیگه، ادامه نمیدن و در صورتی که ادامه بدن با این حرکتی که اسرائیل که کرده بر علیه سفارت ایران، که دیگه میدونن مردم ایران، حتی حکومت ایران هم دیگه میدونه، اگرچه باز هم ادامه میدن به ایجاد همون رابط با سازمان ملل، ولی میدونن مردم اسرائیل هم خودشون میدونن کاری از دست چیز ساخته نیست، از دست سازمان ملل ساخته نیست و اینها حتما میخوان این جنگ را به صورت خانمان براندازی برای بشریت در کره زمین ایجاد بکنن. همین مسئله ای که تبلیغ میکنن ایران سفارتش زده شده، الان تمام سفارت‌های اسرائیل در دنیا زده میشن، مردم اسرائیل هم ریختن داخل چیز و حمله نظامی قرار است بکنه با بمب
هسته ای که قایم کیز درست کرده اسرائیل رو بزنه. فروشگاه های اسرائیل رو تمام تخلیه کردن، تمام فروشگاه رو غارت کردن، برن خودشون رو قایم کنن یه جای مواد غذایی داشته باشن. خب این وحشتی که ایجاد کردینه با این نوع تبلیغات طبق چیزهای گذشته، ایران جنگ طلب است، الان هم همین حرکت کردن دنبالش با تبلیغات که آها حالا اون تلافی میکنه. خب تو فلج کردید به سفارت به ایران اونجا زدی، چه کاری دارید داری که به سفارت هم نکنی؟ یه کار غیرقانونی خودتون هم میدونید، سازمان ملل هم هیچ غلطی از دستش ساخته نیست تا الان، هرچند که هی بهشن مراجعه میکنن، هنوز روابط بین المللی رو ایران و همین کشورهایی که شما میگید اینها عامل جنگ هستن چون دفاع میکنن در مقابل نفوذ و نظام سلطه اقتصادی نظامی ما، اینها مقصرن. حالا همینو سازمان ملل هم نمیتونه حریفش نمیشن، این همه قطعنامه دارن، حکم دادگاه بین المللی، دادستان بین المللی لاهر هم که زیر پا گذاشتین اصلا محل میذاره اسرائیل. حالا خجالت آور نیست که برگردین بگین اینها جنگ طلبن، اینها دنیا را به خطر میاندازن، یا شما که با این حرکت های جنایتکارانه میخواین دنیا رو به فضای زمستان هسته‌ای ببرید که نه فقط کشورهای مثل کشورهای ما یا بقیه، خود شما هم نابود میشید، کره زمین رو نابود میکنید، دوباره برمیگردین به عهد حجر. اینجوری نیست که قرار است که هر تبلیغی کردی، الان وحشتشون از همین آگاهی جهانی است، همین تظاهراتی که بر علیه کشتار و جنایت بشری اسرائیل در غزه انجام میشه در تمام کشورها، میلیونی هم هست اگه جمع بزنیم نگاه کنیم تو خود کشورهای اروپایی، دیگه آبروشون رفته، دیگه هیچی نمونده براشون که بخوان تبلیغ بکنن به جز تکرار همون لاتعالی و همون به قول بعضی از دوستان شوخی های سیاسی که میکنن به حالت جوک فقط دیگه در اومده که اینها جنگ طلب هستیم، ما جنگ طلب نیستیم، ولی ما به سفارت حمله میکنیم، ما به غزه حمله، کشتار چند هزار نفری که در طول تاریخ حتی هیتلر این کار این تعداد کشته نداده، فقط در ظرف 6 ماه شما چه جنایتی در غزه کرده اید، اینو مقایسه بکنید با تمام جنگ های ایران با کدوم کشور، یا این چین، روسیه، فلان. خب شما ناتو رو میخوای بیاری، تمام کشورها رو زیر سلطه نظامی اقتصادی خود در بیاری، دفاع میکنن دیگه. حالا همه مسائل رو ول کردین، مثل همین حرکت غزه که تقصیر اصلا فراموش کنین غزه رو، مشکل ایران است، اصلا اینا نیست، کاری به اسرائیل نداشته باشیم. وقتمون تموم شد، خیلی ممنون، تا فرصت دیگه که بتونیم بیشتر راجع به مسئله صحبت کنیم از خدمتتون مرخص میشیم. بدرود. بدرود. من هم متشکرم، امیدوارم که موفق و سالم و سربلند باشید.